در ویدیوهای پیشین درباره این صحبت کردم که هر دانشجویی مستقل از اینکه تو چه رشته ای باشه در پنج زمینه میتونه در زندگی آینده خودش فعالیت بکنه امروز میخوام یه مقدار درباره این موضوع صحبت کنم که کدام یک از این خصوصیت ها مناسب هست برای افراد مختلف خب آیا من انسانی هستم که خیلی میتونم کارآفرین و موفقی باشم خب یکی از این زمینه ها کارآفرینی بود از اون پنج مورد آیا شخصی هستم که می توانم علاقه دارم برم یک جای استخدام بشم و یک حقوق ثابتی بگیرم یا نه شخصی هستم که دنبال ادامه تحصیل هستم و می خواهم به مقاطع بالاتری برسم هیئت علمی دانشگاه بشم پستاک بگیرم و موارد دیگه یا شخص دیگری که دنبال فری، فریلنسرینگ هستم خب چه خصوصیاتی تو فریلنس درآمد دلاری میخواهم داشته باشم از همین ایران هم باشه و مورد پنجام شخصی که خب اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه یعنی برم مثلا یک زمینه کاری بی ارتباطی به تحصیل خودم داشته باشم که آمارهایی که ما داریم من یک ویدیو راجع به همین قضیه دارم که در فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد نزدیک 90 درصد در رشته های مرتبط مشغول به کار هستند و فارغ التحصیلان کارشناسی نزدیک 70 درصد 65 70 درصد در زمینه مرتبط با تحصیل خودشون ادامه کار دادند داستان ما به سبک زندگی برمیگرده این وقتی دارم در مورد اینها صحبت میکنم هر کدوم از اینا یک دنیای متفاوتی هستند یعنی شخصی که میخواهد استخدام بشه یک جوری باید زندگی کند لایف استایل خاصی داشته باشد که شخص دیگری که میخواد ادامه تحصیل بده یا تلمی بشه یه زندگی دیگری داره من الان واقعا خودم به من یه تلمی دانشگاه یه نوع زندگی خاصی دارم و البته کسی که میخواد دنبال کارآفرینی و فریلنسرینگ بره اون هم باید یک لایف سایل مخصوص به خودش داشته باشه پس خیلی فرق میکنه که من کدوم یکی از اینها را انتخاب بکنم چون اصلا زندگی آینده ای من رو دستخوش تغییر خواهد کرد و ممکنه من دچار شرایطی بشم که اصلا حالم از زندگیم به هم بخوره دچار افسردگی بشم ناامیدی بشم پس از همین الان مخصوصا اگر در سالهای ابتدایی تحصیل خودتون هستین سعی کنید این لایف استایل هایی رو که من میگم خوب لمس بکنید و به درستی تصمیم بگیرید که در کدام مسیر قرار است گام بگذارید که بعد بعدها دوچار افسوس و اینا نشین که چه اشتباهی کردم وارد یا حیف شد وارد یه زمینه دیگه ای نشدم مورد دیگه مهارت های نرمه که من خیلی راجع به مهارت های نرم صحبت کردم خب مهارت های نرمی که در اینها هست فرق میکنه اتفاقا فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک رشته جغرافی ادبیات یا همه مثلا نمیخوام رشته خاص بگم البته خب بعضی از اینا به لحاظ ادامه تحصیل تو خارج از کشور خب بعضی رشته ممکنه مدرکشون تو خارج معتبر نباشه مجبور باشن یه امتحان خیلی سنگینی رو مثلا توی پزشکی بدن که اگه قبول نفر اول چندم بشن بتونن برن اینا هست ولی خب اکثر مواردی که عرض میکنم به همه رشته ها مرتبط خواهد شد مهارت های نرمی که عرض کردم من ویدیوهای دیگه گفتم برای اکثر اینها مهارت های سخت یکیه یعنی اینکه شما دانش داشته باشید همون دانشی که تو کارآفرینی دارید همون دانش رو همون درس دانشگاهی رو شما برای استخدام هم همون رو پاس میکنید اتفاقا اصلا هنر ما در دانشگاه اینه که بتوانیم هم یک کارآفرین تربیت کنیم هم بتوانیم یک شخصی که میخواد استخدام اینا اصلا چیز بد و خوبی نیست ها خدای نکرده این نشه که من میگم مثلا یکیش خوبه یکیش بده همش خوبه. اوکیه تیپ شخصیتی مختلف افراد مختلفی است ما باید در دانشگاه بتوانیم همه جور آدمی رو تربیت بکنیم و این دشواری کار ما است اما از نظر مهارت های نرم خب فرق میکنه که شما میخواهید یه جای استخدام بشید میخواهید ادامه تحصیل بدید یا میخواهید یک فریلنسر بگیرید در مورد همین ها اتفاقا صحبت خواهم کرد ببینید یک تقابلی ما داریم بین دو موضوع که همینجا من عرض بکنم که در مورد کارآفرینی و استخدام دارم در ابتدا صحبت میکنم که یک جورایی فریلنسرینگ به لحاظ تیپ شخصیتی و لایف استایل خیلی شبیه هست به کارآفرینی یعنی من حالا در مواردی در مورد کارآفرینی میگم تا حدی درباره فریلنسرینگ هم برقرار هست ما اصولا کسی که میخواد استخدام بشه خب درآمدهای بالایی نداره الان من دانشجویان خودمو که میبینم ماهی سی میلیون 35 میلیون 29 میلیون این هایی که رفتن توی صنعت و استخدام شدن در یک شرکتی اینها رو من ازشون دارم میشتم این درآمد خب خوبی است البته نمیگم بده ولی درآمد بالایی محسوب نمیشه ما میتونیم بریم رو 100 میلیون و اینا قرار بگیریم اگر دنبال این هستید که یک درآمد ثابت ماهیانه با یک خیال راحتی که تحت هر شرایطی حقوق سر ماه شما دریافت میکنید اگه دنبال یک چنین اطمینان خاطریش روحیتون اینجوریه ولی خب درآمد پایین میگه در حد همون سی میلیون تومن 20 میلیون تومن 35 میلیون تومن برای من کافیه اگه دنبال این هستین خب این تیپ شخصیتی براش کارآفرینی اصلا مناسب نیست چون کارآفرینی دقیقا برعکس اینه درآمدهای خیلی بالا می داشته باشید اما اطمینان خاطر ندارید قیمت دلار بالا پایین میشه یه روز یه قانونی من مخصوصاً مخصوصا تو کشور ما مخصوصا تو کشور ما که متاسفانه مسئولین اصلا نمیدونن که دارن چیکار میکنن یه روز قانون تصویب میکنن کم فیکون میشه حالا بحث تعارض منافع فساد رانت اینا هم عدم شفافیت اینا هم همش هست دیگه خب اینجا یه هم ممکنه یه ماه درامه تو میلیاردی باشه تو ماه بعد صفر باشه یک چنین تلاطمی در درآمد و یه جور عدم قطعیت عدم اطمینان در بحث کارآفرینی و البته خب فریلنسرینگ ممان یکی از شباه شبا شبیه هست دیگه برها نمیخوام بگم زیر شاخه شبیه هستش به بحث کارآفرینی وجود داره درآمد ثابت نخواهید داشت از طرفی خب شما درگیر با بیمه و مالیات و ایران نمیشید کسی به شما گیر چون یه کارفرمایی هست یه مافوقی هست اون این کارا رو انجام میده برای شما اما اگه خودتون بخواین کارآفرین باشین خودتون خیش فرما باشین خودتون کارفرمای خودتون باشین خودتون آقا بالا سر خودتون باشین باید با شرکت های مالیات بیمه هر آن چیزی که حالا بس محیط زیست با توجه موضوعات مختلف شرکت های دولتی مختلفی ممکنه به شما گیر بدن یکی هم این مسائل هست متاسفانه در ایران دیگه این باید با اینا درگیر بشید و خب اینا یعنی استرس اینا یعنی تلاطم یعنی عدم قطیت ولی در عوض میتوانید درامت های خیلی بالایی رو داشته باشید جدای از این موردی که در حالت کلی عرض کردم شخصی که کارآفرین هست اصلا نمیتونه استخدام بشه نمیتونه یک جایی بره یک کار ثابت انجام بده بین کارهای کارمندی شاید اتفاق یکی از مواردی که خیلی کارمندی نیست یا تلمی دانشگاه با اینکه ما خب بالاخره کارمند دولتیم ولی تیپ کاریمون کاملا شبیه سیستم های کارآفرینی یعنی ما تلاطم داریم مقاله رد میشه مقاله قبول میشه کتاب رد میشه قبول میشه و یه کار روتین مشخص نداریم درسامون دائما به روز میشه عوض میشه دانشجوها میرن میان ولی به جز این موضوع من جایی که من البته مطلع هستم همه رشته که زمینه هایی که استخدامی هستن کارمندی هستن یه سری روحیات مثلا یک نواختی بالاخره شما صبح پاشین حتما باید ساعت مثلا 5 صبح 6 صبح پاشید برید تا ساعت سه چهار سر کار باشید دوباره این خودش یه محدود من اینجور آدمی نیستم من خودم الان که دارم زبط میکنم صبح دیگه الان نزدیک هفته صبح خب ولی من هفته صبح پا دارم ویدیو زبط میکنم حالا اگه کارمند بودم با پا میشدم میرفتم کارت میکشیدم اونجا خب من الان روحیم به این کار میخوره خب حیات علمی دانشگاه چنین چیزی رو نداره او ولی ممکنه ساعت دوازده نصف شب جواب یه مقاله بیاد مورد داشتیم یک فروردین ساعت سه صبح جواب مقاله اومده خب بعد ما عیدمون قبل نشستیم فقط اون مقاله رو ادیت کردیم و جا پاسخ دادیم یعنی اینم هست اون طرف یعنی شب و روز نداریم ما من اتفاقا کاری رو دوست دارم که شب و روز نداشته باشه یهو یه نصف شب بشه یه کنفرانسی هست شب خب اون ور دنیا شبه دیگه و خب شرکت کنیم شما دیگه نمیتونید بگی شب ببخشید مثلا من شب باید بخوابم با استراحت یعنی این یک یه جور ربات سازی افراد هست شما یه ساعتی بری یه ساعتی بیای حالا مهم نیست آیا شما تو این ساعت حالت خوبه آیا من ممانی کار در ساعت هفت صبح مثلا دارم میگم اصلا به لحاظ کارآمدی اون کارایی لازم رو دارم برای کسی مهم نیست. مهم نیست مهم نیست شما اونجا هشت صبح کارت بکشید و همون قدم ته ماه بدون اینکه نیاز به نگرانی داشته باشید حقوقتون رو بگیرید یا اینکه چقدر شما امکان رشد دارید این هم یک جنبه است که خب من نمیدونم من تو بحث هیئت علمی دانشگاه خب تهش بازه من 100 تا مقاله چاپ کنم 50 تا کتاب چاپ کنم خب دیده میشه اینها البته خب ما اینجا هم داریم ها مشکلات این چنینی داریم ولی خب به هر حال ممکنه های کارمندی مواردی مثل زیرابزنی که یکی رشد کنه بقیه حسادت کنن از این جو موارد هم باشه که اجازه ندن کسی رشد بکنه بیش از یه اندازه ای نمیدونم آیا اصلا بالا دستی شما مهمه براش که شما پیشرفت کنین اصلا مهم نیست اینا هم مواردی است که خب ممکنه شما اگه خب انسان ها خیلی ف... با خوش فکری باشین توی چنین سیستم بسته ای دو چهار مشکل بشین نمیدونم دیگه تا یه حدی هم خب من دوست دارم خودم مدیر کارای خودم باشم اینم یه شخصیتی شاید بعضی دوست دارم مثلا یه یک شخصی باشه بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن بالاخره حتی قوانین و مقررات همه جا هستا ولی خب اینکه تا چه حد شما بخواید بتوانید خودتون رو زیر مجموعه یک شخص دیگری تعریف کنید که هر چی اون گفت حتی اگه به نظر شما غلط بود مجبور باشید تبعیت کنید این داستان نیست که اینا همه جزو خصوصیاتی است که در استخدام هست و اینکه خب من بالاخره سی سال میرم میام اصلا چرا این کار میکنم؟ مثلا میرم یه کار ثابتی رو انجام میدم اصلا اینکه حالا فرض کنید مفیده یه چیز ثابت است دیگه همون نه زیاد میشه نه کم میشه شخصی که خیلی روحی خاصی داشته باشه میتونه یک چنین چیزی رو تو بریم مثلا یه ای بخوریم ظهر بشه دور برگردیم یه سی سالی بگذره تموم بشه این تقریبا اینجوری است کار آفرینی و حقیقا ضد اینه دیگه من هر چی که گفتم الان برعکسه خودتون آقای خودتون هستید بالا سر خودتون خودتون هستین درآمدتون نامحدود هست البته استرس قیمت دلار قیمت فلان اینا همه تاثیر میذاره تو داستان که دیگه من اجازه بیشتر از این بهش نپردازم حالا البته میشه همه اینا رو با هم داشت یعنی میشه اتفاقا استخدام بود شبکه سازی کرد مثلا توی شرکت آب فاضلاب شما استخدام تو شرکت مپناک ها استخدام شدین خب به واسطه اون استخدام شما میتوانید توانید شبکه سازی کنید مشترییابی کنید ببینید نیاز اون سند چیه نیازش رو خوب بشناسید که چیه و بعد با توجه به اون نیاز برید یه شرکتی تاسیس بکنید که بتونه اون نیاز رو برآورده کنش مشتریاش مهمترین مسئله در بحث کارآفرینی بازاره وقتی شما بازارتون شناختین شبکه،, شبکه, رو ساختین بعد برین یه شرکتی بزنید قطعا میتونید موفق باشید حالا جدای از اینکه حقوق ثابتتون هم دارید دیگه حالا اونم در کنالش اگه موفق بودید اینو گسترش بدید نشد دوباره یعنی ریسک نکنید اینم یه بحثی است که میتونید خب یا حقوق ثابت داشتن سی میلیون حقوق بعدم نیست دیگه ادامه تحصیل هم که روحیه خاصی نیاز داره خب این که اولا نهایت علمی پوزیشنش خیلی محدوده شما البته میتونید دکتراتون رو بگیرید بعد پستاک بگیرید یه پستاک الان ماهی 5000 یورو تو خارج از کشور درآمد داره یک فریلنسرینگ هم فکر می‌کنم یه چیزی تو همین ماهی ها میتونه تو ایران درآمد داره فرق میکنه شما تو خارج 5000 یورو داشته باشین تو ایران و عرض کردم دیگه کسی که استخدام بشه یه فوق لیسانسی که دانشجوهای من مثلا 3 میلیون من اکثرا ازشون پرسیدم درآمد داره الان سال برای اینکه حالا چیز بشه سال 1402 هستیم ها البته باید بگم دیگه توی پاییز سال مهر آبان 1402 هستیم برای اینکه من ممکنه سه ماه بعد اینو همه عوض بشه و البته سایر موارد هم که کاری بهش ندارم پس این یه کلیتی حالا یه مقدار اجازه در مورد خصوصیات شخصیتی افرادی که میخوان درگیر با کارآفرینی بشن صحبت کنم در مورد استخدام الان صحبت کردم که چه روحیاتی باید داشته باشه ولی افرادی که این دفعه وارد بحث کارآفرینی و فریلنسرینگ و اون فضاها میشن چه خصوصیاتی داشته باشه باید داشته باشن من اینها رو به شکل تیتروار عرض خواهم کرد به نظرم میرسه شما اگر مثلا از هر چارتای تای اینا سه تاش رو داشته باشین شخص مناسبی باشید خب تست های دقیق تری هم وجود داره برای این قضیه ولی من برای اینکه کارمون را بیفته خیلی سری دارم عرض میکنم و 75 درصد این موارد اگه شما درش خیلی خوب باشین خیلی خوب باشین توی اینها به نظر میرسه آدم مناسبی هستیم بالای 50 درصد که دیگه اصلا زیر 50 درصد به نظر هستیم دیگه اصلا ولش کنید این قضیه رو به نظر میرسه یا برید ادامه تحصیل بدید یا استخدام بشید یه جایی یا هم فریلنسرینگ گفتم از کردم این هم جزء همین هست یا مثلا بریم دنبال یه کار اصلا شاید اشتباه اومد این دانشگاه شما باید برین یک مغازه‌ای بزنید مثلا پخش یک محصولی رو انجام بدید عرض کردم اینا خیلی اصلا مثلا خوب و بد نیستا همه اینا محترم این یکی از مواردی که در بحث فریلنسرینگ و البته کارآفرینی به شکل عام‌تر وجود داره بحث حریم امن هست اینکه من مجبور هستم از یک حریم امنی خارج بشم اینکه یه حساری دور خودم بکشم سی سال تو همونجا بمونم و یه حقوقی هم بگیرم این نمیشه باید ریسک کنید از این حریم امنی که براتون ساختید بتوانید خارج بشوید این اصلا کار آسون نیست مثل من در مورد ویدیویی داشتم در مورد تفکر خارج از چارچوب که اونجا اشاره کردم مثلا یک کسی که توی فیلم پاپیون رو اتفاقا مثال زدن سریال سایلو یک شخصی در یک جایی توی یک سا... سیلوی یه آرامشی داره و این ریسک رو قبول میکنه که از اینجا خارج بشه و ببینه فضای بیرون که پر از مخاطرات هست و خطرناک چه اتفاقی اونجا میفته ولی کارآفرینی پر است از شکستن حریم امن و همچنین باید جرأت تغییر داشته باشید انتقاد پذیر باشید ایرادات خودتون رو تشخیص بدید ریسک پذیری یکی از ریسک پذیری معقول ریسک این معقول بودنش خیلی سخته ها یعنی اینکه من تحت چه شرایطی باید بتوانم ریسک بکنم این جزء مواردی است که در بحث کارآفرینی خیلی باید با دقت و هوشمندانه بهش توجه بکنید اینکه انگیزه بحث اصلی ما خیلی وقت انگیزه است دیگه اینکه انگیزه آیا چگونه آیا من خودم این توانایی رو دارم که به خودم انگیزه بدم یا حتما باید یک نفری از بیرون بیاد به من انگیزه بده به این میگن سلف موتیویشن یعنی خود انگیزه بخش بودن من در مهارت های نرم به این موارد کاملا اشاره کردم دارم بیشتر اون بخشی از مهارت های نرمو میگم که به بحث کارآفرینی مرتبط است انگیزه بحث مهمی است که کنترل درونی داشته باشم خودمو بتونم تحت شرایط سخت حفظ بکنم واندم یک روحیه جنگنده داشته باشم و اینکه اصلا میدونم چقدر شما اصلا تنبلی چقدر حال و حوصله دارید چقدر انرژی دارید یه سری کارهایی رو بکنید یعنی بعضی اصلا حال و حوصله کار نداره اینا به نظر همون به نظر استخدام گزینه مناسبی است شد که البته اون هم دشواری های خودش رو داره ها ارز که فکر نکنین استخدام خیلی خوب ولی بالاخره یه عدم قطعیتش کمتره شاید به نظر سلامتی جسم مهمه شاید اصلا یه هورمونی در بدن کم داره ترشح میشه نمیدونم چه بعضی وقتا اصلا این مسئله پزشکیه یعنی اینکه من کسلم نمیدونم اینا رو به برا... شاید یه مقدار فعالیت های بدنی داشتن تربیت بدنی اینا بتونه کمک بکنه از این رخوت انسان خارج بشه ولی کسی که بخواد کارآفرینی کنه که ولش کنه حال ندارم و اینا جواب نمیده هیئت علمی هم همین هست اتفاقا اونم هم همین جوریه سیستمش یکی دیگه مدیریت زمان و ددلاینه ددلاین های برنده ای در کارآفرینی و فرنه نمیکنه فریلنسرینگ وجود داره اگر ددلاین ها رو رد بکنید جریمه های سنگین در قراردادها براتون نوشته شده و ما اینقدر در دانشگاه داریم راجع به ددلاین صحبت میکنیم شاید دانشگاه فکر می‌کنه ما گهکای اذیتشون کنیم نه این اذیت نیست این است. شما باید با رعایت ددلاین و حفظ ددلاین بهش میگیم کیپینگ ددلاینز باید آشنا بشید این یک هنره یک مهارت بتوانید چندین کار همزمان با هم انجام بدید حتی ممکنه من یک مشکل شخصی تو زندگی شخصی خودم داشته باشم همزمان با این باید بتونم مدیریت کنم کارمو درست انجام بدم من بهش میگم کار کردن تحت فشار اینکه من همزمان اگر یه استرسی دارم یه کار شخصی تو زندگی خودم دارم میخوام یه خونه ای بخرم خب یه کار اداری دارم اینا ذهن آدم رو درگیر میکنه دیگه همزمان نباید باید بتوانم کارم هم درست انجام نباید دلیل بیارم چون من اونجا فلان دارم پس کارم رها کنم زن راندمانم بشه صفر درست و اینکه چند تا کار همزمان بشه اصلا حتی در های مرتبط با خود هم بشه های مالی و اداری و حسابداری و اینها رو مدیریت کرد همزمان بشه همزمان بشه, بشه کارهای دیگه مرتبط با چند تا پروژه رو جلو تمرکز اینکه آیا من اصلا تمرکز دارم تو کاری که دارم انجام میدم تمرکز یکی از مسائل بسیار پیچیده است بسیار پیچیده است که واقعا لازمه موفقیت تو هر کاری است. مدیریت استرس که اشاره کردم استرس میتونه استرس مرتبط با کار باشه یا زندگی شخصی باشه اینکه چقدر من من یه بار با دانشوی دانشجوی همین قضیه ها صحبت میکردم و حتی دوست داشتم که یک کاری کارآفرینی رو با یه تیمی شروع بکنم من قبل از اینکه شروع بکنم و اینها حتی یه صحبتی کردم باشون گفتم مثلا آخر هفته یا اگه مثلا وقتی میایید خونه از سر کار مجبور باشید که دو ساعت سه ساعت بشینید در مورد یک موضوعی حالا کار بکنین شما حاضرید یکیشو گفت نه اصلا من آخر هفته هم ویکندم باید حفظ بکنم ویکندمو نمیتونم خراب کنم من گفتم خداحافظ من دیگه با شما کار ندارم من به شخصه الان به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه اصلا ویکند ندارم ویکند نمیفهمم اصلا روز شب ندارم ساعت هفت صبح دارم میکنم من با پاشم برم 10 تا جلسه بعد از اون ور دوباره شب بیام مقاله و کتاب و اینا رو انجام بدم وقتی یه کسی که اینجوری باشه دنبال نمیدونم استر حالا مخصوصا تو سنین جوانی سن که میره بالا یه مقدار قضیه فرق میکنه وقتی شما جوان هستین یه انرژی خاصی دارین حیف این انرژیتون هدر بدین نمیگه حالا تفریحتون هم بکنید ولی خب دیگه بعضی وقتا شاید لازم باشه خب یه بذارید کنار یکم بشه بشین نکته اینجاست که کارآفرینی یا برای من هیئت علمی دانشگاه بودن تفریح همه یعنی اصلا میخوام تفریح کنم ویدیو زب میکنم میخوام تفریح کنم رو کتابم کار میکنم این دیگه, این دیگه اوج موفقیته شما اگه بخواهید تفریح کنید دارید بس... اصلا وقتی که س... کارافرین کارآفرین نمیکنید حالتون بده یعنی هیچ این افرادی باید موفق کسانی که باید عشق داشته باشم من در ویدیوهای قبلی هم گفتم که عشق آسان نمود اول ما افرادی موفقن تو زندگی که عشق دارن به کارشون سعی کنین عشقتون رو پیدا کنید تمام صحبت من اینه که آیا شما به استخدام علاقه دارید یا عاشق کارآفرینی هست عاشق این هستین که ده نفر آدمو صد نفر آدمو ببرید یه نونی تو سفرهشون بذارید باعث رشد و شکوفایی تعداد آدم بشید وقتی اینجوری باشین اصلا تفریح شما میشه کارآفرینی تفریح شما میشه این که مقاله بشینید بنویسین اون موقع اصلا خستگیتون جوری زمانی در میره که مقاله بنویسید عجیب به نظر میرسه ولی اتفاقا رمز موفقیت تو همین عشق بحث روابط اجتماعی که تو همه اینا مهم یعنی نتورکینگ شبکه سازی روابط موثر داشتن چه تو کار چه تو استخدام ولی جنسش فرق میکنه جنس اینو این, این که ریسک کردن رو که عرض کردم و تمرکز رو عرض کردم مدیریت زمان تقریبا اینا مواردی بود که مهم هست من توی یه رو 20 دقیقه نشستم اینا رو نوشتم اگر شما هم تجربه ای دارید بسیار ممنون خواهم شد که تجربیاتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید